یه ادعای خیلی جالبی هم که دارن انقدر ببین اینم گفت البته اینا فکر میکنن که اینا دستگاهاشون رو جوری دور تنظیم کرده بودن که کسایی که به ترامپ رای میدن عوض بکنه به بایدن، ولی این انقدر مردم آمریکا به ترامپ رای دادن که این کامپیوترشون اصلا شوکه شد، نتونست مصاحبه بکنه، تعداد عدد رو نتونست عوضش کنه، همه چی به هم خورد، برای همین تونستن بفهمن. خب یعنی اینا فکر میکنن مگه قدرت یعنی این چی کامپیوتر مثلا 50 سال پیشه که عددهای میلیونی رو نتونه ثانیه محاسبه کنه؟ اینا چقدر اصلا باور کن. یک مورد، البته یک مورد اینو بگم، یک مورد توی یکی از شهرستانهای ایالت میشیگان یک اشتباه نرم افزاری رخ داده بود و رای ها عوض شده بود، 5000 رای، 6000 رای حدودا که 2500 رای بایدن رو بیشتر از ترامپ نشون داد، در حالی که خب شهرستانی بود که شهرستان جمهوری خواه بود و قاعدتا باید ترامپ برنده میشد، و خب اینا اینو فهمیدن، سری دستی شمردن، دیدن بله خب اشتباه شده و عوض کردن به راحتی، و در جاهای دیگه هم که دستی شمردن اتفاق نیفتاد. یعنی این طور نبود، اگر اشتباهی رخ میداد همون موقع اصلاح میکردن. درست، این اشتباه های این کوچیکه اینطوری انتخابات ها قبلی هم اتفاق افتاده و بعدن چک شده و بعدن رفتن هر موقع که اشتباه اینطوری شده رفتن چک کردن و عددش رو درست کردن. یعنی اشتباه 100% خواهد شد ولی معمولا پیدا میشه و بعد درست میشه. اشتباه گفتم که ویسکانسین هم 80 رای به رای بایدن اضافه شد، یعنی باز اونجا اگه بخوایم بگیم تقلب، آره. یعنی تقلب، یعنی اشتباه هایی هم بوده که اتفاقا یعنی پیدا درست کردنش به نفع بایدن شده. حالا اینم بگم.